با سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا من رضا هوشمند کارشناس مسائل مالیاتی و مالی هستم در ونکوور با یکی دیگر از برنامه گفتار هفته در خدمتتون هستیم برنامه این شماره رو اختصاص دادیم به مسئله حسابرسی و عادیت شدن در کانادا بر اثر مسائل مالیاتی یکی دلایل اصلی حسابرسی و آدیت شدن در کانادا این هستش که همونجور که در برنامه قبلی گفتیم سیستم مالیاتی کانادا بر اساس سیستم, سیستم سلف اسسمنت یا خود اظهاری هست یعنی شخص خودش اظهار میکنه که مالیاتش چقدر هست درآمدش چقدر هست و به همین دلیل چون سیستم مالیاتی همه موارد رو کنترل نمیکنه و چک نمیکنه به همین دلیل بعضی وقتا این به صورت رندوم رسیدگی به اینجور موارد به وجود میاد بعضی وقتا بعضی از مدارکی که اشخاص ارائه میدن و ادعا میکنند توی سیستم کنترلی مالیاتی کانادا وجود نداره مثلا اگر شما حساب, حساب سپرده سرمایه گذاری توی بانک داشته باشید سود اون مستقیما توی سیستم مالیاتی انکاس داره اما اگر ام، پرداختی برای شهریه دانشگاهتون یا خودتون یا فرزندانتون یا کلاسه آموزشی یا مثلا مدارک بیمتون مدارک بیماریتون

داشته باشید اینها چون توی سیستم مالیاتی انعکاسی نداره سیستم مالیاتی برای رسیدگی به اینها معمولا یه مرحله اولیه‌ای داره که فقط رسیدگی به مدارک هست بنابراین مرحله اول رسیدگی و حسابرسی مرحله است که فقط مدارک رو میخوان و اون مدارک مورد ادعای مالیات دهندگان رو میخوان و میخوان ببینن که آیا اون ادعایی که شده متناسب با واقعیت هست و براش مدارکی وجود داره یا خیر مرحله بعد از این مرحله است که خصوصا بیشتر به کسانی که صاحب حرف یا به صورت سلف ایمپلوید و به صورت خود مثلا خیش فرما به قول خودمون هستند و خودشون بیزنس خودشون رو میگردونند به وجود میاد یا برای کسانی که صاحبان بیزنس های کوچک یا بزرگ هستند این مرحله مرحله است که بیش از اون مرحله اول فقط بازبینی مدارک رو شامل میشه و بیشتر شامل این هستش که یه مقداری از حسابها حالا به صورت انتخابی میتونه حساب مثلا جی اس اون شرکت حساب درامت های اون شرکت حساب هزینه های اون شرکت باشه به صورت رسیدگی آزمایشی و انتخابی قرار میگیره مثلا حساب های حقوق و دستمزد و پیرول شرکت رو مورد بازبینی و بازرسی میخوان قرار بدن در این بین هم میخوان فرایند تهیه اطلاعات رو کنترل بکنن حساب رسای اداره مالیات هم میخوان رسیدگی کنن به اینکه تمام فرمول های مورد نظر قانون مالیات های مستقیم مراعات میشه در اون فرایند نگهداری حساب, حساب در برای اون شرکت یا برای اون شخص مالیات دهنده بنابراین رسیدگی بیشتر از بحث مدارک هستش و فقط شامل مدارک نیست بیش از اون شامل رسیدگی به فرایند نگهداری حساب ها هم خواهد شد مرحله سوم اما این استش که حسابداری عمیق است و به کل صورت های مالی شرکت و یا اون شخص مالیات دهنده مورد رسیدگی قرار میگیره و همه اون فرایند هم مورد رسیدگی قرار میگیره هم مدارک رو میخوان هم فرایند تهیه مدارک چون میخوان مطمئن شن از سیستم کنترل های داخلی که اون مؤسسه و اون یا حسابدار اون مؤسسه به صورت حرفه‌ای و درست داره اونجا اعلام میکنه اولین توی اولین مرحله معمولا یک نامه از طرف اداره مالیات برای مالیات دهنده میاد و میخواد که توی اون مرحله اول میخواد که فقط رسیدگی کنه به چند تا از مدارک و چند تا از مدارک رو میخواد مثل مدارک شهری فرزندان که هم برای خودشون قابل ادعاست، هم برای بخشش برای پدر و مادر یا مدارک مثلا مدیکال و مدارک که شما ادعای سری بازگشت مالیاتی از نظر اظهار مدارک بیماری و اینها رو دارید یا مثلا مدارک از این قبیل اینها فقط مدارک رو میخوام یه نامه میاد برای مالیات دهنده اون مدارک رو میخوان اگر پاسخش داده بشه این مسئله و متناسب با اون مدارک باشه که ادعا شده و این تناسب و مطابقت برقرار بشه دیگه اونجا خاطر پیدا میکنه اگر این تناسب وجود نداشته باشه خب تاثیر اون تناسب رو و تاثیر اون تغییرات رو اعمال میکنن و یه برگ تشخیص مالیاتی یا نوتس آف دیگری برای مالیات دهنده میشه ارسال میشه به نام نوتس آف ری اسسمنت یا برگ تشخیص مجدد یا دوباره که میزان بدهی شخص رو احتمالا اگر اون مورد مثلا هزینه هایی بوده که قابل اثبات نبوده رو بالا میبره و شخص باید اونها رو ای در صورت عدم اثبات پرداخت کنه مرحله دوم مرحله است که میان و رسیدگی میکنن به موارد موردی شرکت ها و اشخاص که مالیات دهنده هستند و میان چیز رو میخوان ازشون کل فرایند تهیه اطلاعات مالی سیستم کنترل داخلی رو زیر نظر میگیرن فرمول هایی رو که دارن انتخاب میکنن و مدارکی رو که به تناسب ارسال شده و همچنین موعده مقرر قانونی رو برای ارسال اون مدارک مورد نیاز بعد از اینکه این, این مرحله انجام شد و اگر اون حسابرس اومد و مورد قبول واقع نشد از نظرش همه اون اطلاعاتی که مالیات دهنده ارائه داده یا حسابدارش ارائه داده یه دونه برگ تشخیصی مجددی صادر میکنه و مالیات دهنده رو به میزان اثرات مالیاتی اون مقداری که مورد نظرش واقع نشده بده کار میکنه اینجا شخص میتونه هم با ارائه مدارک همونجا با این قضیه روبرو بشه هم توی مراحل بعد با اعتراض کردن به این موضوع و با فایل کردن یه برگه به نام نوتیس آف ابجکشن ابجکت کنه و اعتراض کنه به موضوع رسیدگی و یه دفاعیه مختصر و اولیه رو هم در اون برگه توضیح میده معمولا حسابدار اون مالیات دهنده و یا خود مالیات دهنده که شمایی از تغییراتی رو که مورد قبول مالیات دهنده نیست و به نظر مالیات دهنده و به زم مالیات دهنده حسابرس اشتباه کرده و یه سری مدارک رو نادیده گرفته یا به درستی بررسی نکرده رو ارائه میده. باز اینجا اگر مورد قبول اون حسابرسی که تو مرحله دوم بعد از اینکه نوتیس آف ابجکشن فایل شد از طرف سازمان حسابرسی و اداره مالیات و رونیو کندا یه شخصی که معمولا تجربه بیشتری داره و تو سطوح بالاتری از حسابرسی کار کرده میاد و معمور اون فایل میشه و معمول رسیدگی رستی... به مدارک و فرایند کنترل های داخلی اون مؤسسه یا اون مالیات دهنده میشه در این زمان اون شخصی که میخواد این بقول معروف برخورد رو بکنه و این اعتراض رو بکنه از این برگه که استفاده میکنه اون شخصی که معرفی میشه بعد از حدود سه ماه تا مثلا بعضی وقتا یک ماه دو ماه تا حدود شیش ماه بعضی وقتا طول میکشه تا یه شخصی معرفی بشه. اون شخصی که معرفی میشه که برای رستگی بال، مرحله بالاتر مدارک هست اون مراجعه میکنه به خود حسابدار مالیات دهنده یا خود مالیات دهنده و مدارک بیشتر میخواد اطلاعات بیشتر میخواد و یا میخواد کنترل فرایند تهیه صورتهای مالی و تهیه گزارشهای مالی رو مورد بررسی مجدد قرار بده و میخواد مطمئن بشه که اون مواردی که حساب رسه مرحله اولیه و مرحله ابتدایی تر مورد نظر قرار داده درست بوده باز اینجا میشه مراجعه کرد به مدارک به, به فرایند تهیه مدارک و سیستم کنترل های داخلی و و مهمتر از همه تطابق اون با قانون مالیات ها چون ببینید یکی از موارد این هستش که ما ممکنه با برداشت های خودمون از جامعه ایران روی مسائل مالیاتی اشرافمون رو از منظر فقط یه حسابداری ارائه بدیم بحث اینجا بحث یکی از مهمترین موارد تطابق بحث حسابداری با قانون مالیات هاست که اون باید رعایت بشه توی تهیه و کنترل اون فرایند ها و سیستم کنترل های داخلی و ارائه گزارشات مالیاتی یکی از ویژگی های دیگه ای که باز اینجا از این بابت داره اینه که اون شخصی که در مرحله دوم معرفی میشه پس از مراجعه به حسابدار و یا مالیات دهنده و با بررسی مجدد اون فرایند مدارک و سیستم های داخلی اگر دوباره قانع نشه و یا کلا و یا بخشی از اون مواردی رو که حسابداره و حسابرس مرحله اول مورد اعتراض داشته دوباره مورد اعتراض قرار بده و تایید کنه اون رو شخص راه دیگری نداره جز اینکه مرحله اعتراضی و ابجکشن خودش رو به تکس کورت کانادا ببره تا اینجایی که اشاره کردم به یه حسابدار حرفه‌ای معمولا میتونه کمک حال مالیات دهنده باشه و در کنارش به در مقابله با حسابرسی اداره مالیاتی پشتیبانی کنه از مالیات دهنده و گزارشات و اینها رو و دلایل و مستنداتی رو ارائه بده و ارتباط اون مستندات و ارتباط اون دلایل و سیستم های کنترل داخلی و گزارشات رو با قانون مالیات ها به نظر حسابرس مرحله اول یا مرحله دوم برسونه تا این موضوع رفت بشه ولی اگر نشد از این پس پس از مرحله بازبینی مجدد و مرحله بالاتر وارد نوتس آف مرحله دوم سیستم رو وارد تکش کورت و یا دادگاه مالیاتی میکنه از اون پس فقط وکیل های مالیاتی هستند که میتونن به عنوان نماینده مالیات دهنده در دادگاه های مالیاتی حضور داشته باشن شخص حسابدار یا حسابرس میتونه به عنوان کمک حالشون در دادگاه ها حضور داشته باشه و کمک به اون وکیل مالیاتی باشه که مسئله رو به جلو میبره در تمام این فرایند یکی از مهمترین مسائل این استش که شخص مالیات دهنده باید مواظب باشه که کل این فرایند پاسخ به حسابرسی و پاسخ به حسابرسی اداره مالیات هزینه هاش خودش بالاتر از اون چیزی نشه که خود اداره مالیات داره اعتراض میکنه یعنی اگر اداره مالیات اعتراضش به این که شما یه خطاهایی وجود داشته تو ارسال مدارک یا خطاهایی تو کنترل داخلی وجود داشته ولی اثر این مثلا ده هزار دلاره شما نباید به عنوان یه مالیات دهنده این عاقلانه نیست که بیایید مثلا بیسی هزار دلار خرج کنی تا بخوای ده هزار دلار رو اثبات کنی در مقابل اداره مالیات این فرایند بر اساس تجارب بیست و چند ساله ای که خودم داشتم با حسابرسی متعددی که دیدم از طریق خودمون یا شرکت پی بی که در اون مشغول به کار هستم مشاهداتم روی بحث حسابرسی بوده که باید پیشگیرانه باشه دوستان توجه کنن که قبل از اینکه خودشون احساس کنن که قبل از اینکه حسابرس میاد آیا مستندات و دلایلی برای ادعاهایی که توی هزینه هاشون دارند دارند آیا اینا قانع کننده هست و به قول معروف محکم پسند هست و مورد قبول اداره مالیات هست یا خیر از این فرایند در رابطه با این فرایند حسابرسی و حسابداری به دلیل برخورده زیادی که با حسابرس اداره مالیات توی کانادا داشته ایم خواهش این استش که دوستان اگر سوالی در این مورد دارن یا مرا... مشکلی تو این زمینه هست در خدمتشون هستیم برای ارائه خدمات خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه حوصله کردید و به بحث ام این امروز گفتار هفته هم توجه کردید. سپاسگزارم.